بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين از وجود مبارک رسول خدا روایت مهمی رو کتاب‌های با ارزش ما نقل کردن. این روایت تناسب شگفتی با وجود مبارک قمر بنی هاشم علیه السلام داره. دانستن این روایت بر هر فرد شیعه لازمه، پیامبر عظیم الشأن اسلام می فرماین الا ان لله فی الارض اوانی، برای خداوند در این زمین ظرف‌هایی است. الا وهی القلوب، این ظرف‌ها دل‌هاست. این خیلی تعبیر مهمیه، تعبیر لطیفیه که بصیری و خبیری و آگاهی مثل رسول خدا از دل تعبیر به ظرف ملکی خدا کرده. اینکه کلمه جلاله الله رو در روایت مقدم انداختن، ان لله فی الارض اوانی، جلو انداختن کلمه لله نه به خاطر احترام گذاشتن به پروردگار. همه وجود پیغمبر، گوشت و پوست پیغمبر، رگ و پی پیغمبر ادب به پروردگار بود. این نه از باب اینه که خواسته در گفتار و در چیدن کلمات به پروردگار احترام بکنه، به این خاطر کلمه الله رو جلو انداخته، به این خاطر نبود. از نظر ادبیات عرب مقدم انداختن این اسم
دلالت بر حصر داره، معنیش اینه که دلها فقط و فقط مال خداست. شما حق نداری این ظرف رو از غیر خدا و شؤون خدا پر بکن. قمر بنی هاشم 4 سالش بود، امیرالمؤمنین صداش کرد، فرمود پسرم به نظرم میاد که از من خیلی چیز یاد گرفته باشی. عرض کرد بله پدر. امام فرمودن خدا رو دوست داری؟ عرض کرد پدر دلم از محبت خدا پره. این ظرف اختصاصی ویژه، تا این مقدار نسبت به این ظرف به من حق دادن که برای پر کردنش از محبت خدا و شؤون خدا مقدماتی رو طی بکنم. بیگانه، غریبه، ناآشنا، دشمن نباید در این ظرف، در این جایگاه والا راه پیدا بکنه. به خدا قسم این آیه شریفه از عجایب آیات قرآن و مربوط به دل هم هست. اینکه بعضی ها میشینن میگن یاد اون وقتا به خیر، و منظورشون از اون وقتا روزگار حکومت نوکران شیطان و غلامان حلقه به گوش هوای نفسه. باید این توجه رو داشته باشن که پروردگار می فرماید ولا ترکنو الالذین ظلمو، به اونایی که به ناموس شما ستم کردن، به دین شما، به قرآن شما، به پیغمبران، به اهل بیت ذره ای میل قلبی نداشته باشید. ولا ترکنو رکون یعنی میل قلبی. ولا ترکنو، اونم چه کسانی؟ اون وقتی که پدرش با فشار و زور و اجبار چادر از سر زنان این مملکت برداشت و ناموس مردم رو در معرض انواع خطرها قرار داد، در همین بازار مرحوم آیت الله العظمای شاه‌آبادی رو منبر گریه کرد و گفت این شخص با این کارش کمر 124 هزار پیغمبر رو شکست. پسرش هم مثل باباش بود، این که آدم بشینه یاد اون روزگار بکنه و میل قلبی به اونا داشته باشه و برگشت مانند اونها. قرآن میگه جلوی دلتون رو نگه دارید، این ظرف ظرف خداست،
ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار. اگر یه همچین دلی رو وارد قیامت کنید تمام وجودتون رو آتش خواهد گرفت، نه فقط دلتون. اینکه بعضیا به غفلت البته آرزو میکنن که یه زمانی امریکا بیاد و به قول خودشون کلک این حکومت و این روحانیت و این قوم رو بکنه و مردم یه نفس راحتی بکشن. این میل قلبی قرآن مجید می‌فرماید یقیناً براتون در قیامت آتش زاف. شما که خدا رو دارین چرا به غیر او تکیه کنید؟ شما که طبیبانی مثل پیغمبران رو دارید چرا به غیر اونها تکیه کنید؟ شما که دستهای گره‌گشایی مانند دست مشکل‌گشای علی رو دارین، مانند شخصیتی مثل فاطمه زهرا رو دارین که نوشتن، راوی میگه من تو کوچه داشتم میرفتم از روزنه خانه امام باقر، از پنجره خونه امام باقر شنیدم که یه نفر پشت سر هم داره میگه یا فاطمه و زهرا. وایسادم، یکی در خونه رو وا کرد، خادم بود، مرد بود، زن بود. گفتم که کیه ذکر زهرا گرفته؟ گفت امام باقر. چرا؟ گفت مریضه، تو بستر افتاده، داره درد میکشه، اونه داره میگه یا فاطمه و زهرا. گفتم میتونم عیادت کنم حضرتو؟ گفت بله میتونی. رفتم عرض کردم یا ابن رسول الله چرا پشترم میگین یا فاطمه و زهرا؟ فرمود ما تو مشکلاتمون به نام ایشون متوسل میشیم. خدا این قرار رو گذاشته که هر کی به فاطمه متوسل بشه مشکلش رو حل کن. خب ما که مثل حضرت زهرا رو داریم، شاب و دار و دستش رو میخوام چی کار؟ آمریکا رو میخوام چی؟ اینا هم اگر که سر کارن خیلی خلاف دین حرکت بکنن، شما همونایین که خلافکارا رو از تخت به زیر کشیدین، خب اینا رو هم میکشین. کاری نداره که شما تجربه که کردید، اگر به دینتون، به ناموستون، به قرآنتون، به اهل بیت هجومی بخواد بشه از طرف سردمدارا، یه روز پایین کشیدنشون، دو مرتبه این پیرنسیه ها رو میپوشین، یا حسین یا حسین میریزین تو خیابونا، کار حل میشه. مگه شما با امام حسین اونا رو بیرون نراندین؟ چرا ما رو گول بزنن؟ چرا ما رو بفریبن و دل ما رو از خدا، از انبیا، از ائمه خالی بکنن؟ چرا؟ امام صادق تو مدینه رنج میکشید، درد میکشید، دوام البته خورده بود ولی خوب نمیشد، خیلی بیماری سنگین بود. یه اهل حالی مثل شما اومد عیادت امام صادق، حضرت یه کیسه پول بهش داد، گفت ابن رسول الله نیازمند نیستم، من برای عیادت شما آمدم. فرمود میدونم نیازمند نیستی، این پولو بردار، خرج سفره، از مدینه برو کربلا، منو دعا کن خدا منو شفا بده، چون خدا ضمانت کرده دعا رو کنار قبر حسین مستجاب کن. امام صادق متوسل به ابی عبدالله،
چه نیازی داره ما متوسل به دیگران بشیم؟ چه نیاز؟ چه احساس خلایی ما بکنیم؟ الا ان لله فی الارض عوانی، بدانید برای خدا در این زمین ظرفهایی است. الا وهی القلوب، این ظرفها دلها. دل چیکار میکنه؟ دل وقتی که جهتگیری صحیح بهش بدن، خود دل باید جهتگیری بهش داد. بر ما پدران و مادران واجب شرعیه به تدریج از یکی دو سه سالگی دخترها و پسرامون به این دلشون جهت بدیم، به زبان بچگی خودشون، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد، با زبون خودشون، با یه موج محبت، با یه موج عاطفه خدا رو در دلهای اونها قرار بدیم، انبیا رو در دلهای اونها قرار بدیم، اهل بیت رو در دلهای اونها قرار بدیم. خیلی مسئله است. من روایات مختلفی رو دیدم و به خاطر اینکه این خواننده های کشور روزه صحیح بخونن زحمت کشیدم، در حدود 180 یا 90 دقیقه صحیح ترین مقاتل رو زیر و رو کردم و مصائب رو هر کدومش رو با ذکر منابع اصیل گفتم در این دوتا نوار سفرنامه. اون وقتی که داشتم دنبال مصائب صحیح میگشتم که پر بشه و در کشور پخش بشه، خیلی برام مهم بود که میدیدم امیرالمؤمنین از وقتی قمر بنی هاشم را افتاد و به زبون اومد تا 15 سال مرتب حسین رو برای او تبلیغ میکرد. عباس حسین، عباس اون پسر فاطمه است، تو پسر منی، تبلیغ میکرد. پدر بود، وظیفه داشت که دل این بچه رو جهت صحیح بده. این وظیفه مادرانه. پدرها زیاد تو خونه نیستن. شما مادرها بخونید به گوش بچه ها، بخونید به گوش دخترها فاطمه زهرا رو، مریم مادر مسیح و خدیجه همسر پیغمبر رو بخونید. پیغمبر وقتی که زنان عالم رو رده بندی میکنن، میفرماین چهار زن بر همه زنان جهان مقدمن: آسیه زن فرعون. الله اکبر، این زن با دلش چیکار کرد؟ چه کرد با دلش؟ بیا اینجا جان، چیکار کرد با دلش این زن که پیغمبر او رو در رده اول زنان جهان معرفی کرد؟ فرمود آسیه بنت مزاحم. داشت برای مردم میگفت رو منبر که بهش عاشق و مشتاق چهار زنه، به جای اینکه بگه این چهار زن به کمال رسیدن اگه عاشق بهشت باشن طبیعیه، برعکس گفت، گفت بهشت دنبال این چهار تا زن داره میدوه. آسیه بنت مزاحم، دو مریم
بنت عمران، فاطمه بنتی به اسم خدیجه که رسید گفت خدیجه تو زوجتی فی دنیا والآخره، یعنی مقام حورالعین صفر پیش خدیجه، قیامتم همسر من اینه. یعنی خدیجه قیامت مقامش با من اینها، این دوتا انگشتم. خب اینا رو به گوش دختراتون بخونید تا دلها جهت صحیح پیدا بکن. بخونید مادرها به گوش دخترها که امیر المؤمنین می فرمد اول من دخل من النساء الجنه، اولین زنی که در قیامت از میان تمام زنان اولین و آخرین با یه احترام عظیمی وارد بهشت میشه خدیجه. چرا نگو فاطمه؟ فاطمه که از خدیجه مقدمه، علت داره، چون فاطمه با مادر فرق میکنه، قیامت با خدیجه کاری ندارن. وقتی به میاد وارد محشر میشه بهش رو بهش تعارف میکنن بفرمون. اما فاطمه اهل اینی که تا از دنیای برزخ وارد محشر بشه بگن بفرمین بودو بودو بره، او وای میسته. به خدا میگه تا آخرین نفره افراد وابستمون نرن من نمیم. خب ما که اینا رو داریم دلمونو کجا ببر؟ خوبه با بودن اینا به امریکا تکیه کردن، خوبه با داشتن اینا آدم آرزو بکنه یاد اون روزگار بخیر. یاد کدوم روزگار بخیر؟ ما که این منابع به این با عظمتی رو داریم، منابع نیروده، منابع مشگلگوشا، منابع برطرف کننده موانع. تو همین تهران خیلی سال قبل یه نفر از دنیا رفت که مرحوم آیت الله عاشق محمد تقی بافقی ارادتمند به او بود. تو همین تهران آشمم تقی وقتی در مقابل بیهجابی ایستاد، چون بیهجابی و بدهجابی فرقی نمی کنه، جنگ با قرآنه، جنگ با آسیه است، جنگ با مریمه، جنگ با خدیجه است. و اینو بگم پخش بشه تو این مملکت از طریق نوار، بدهجابی و بیهجابی دهن کجی به فاطمه زهرا، اینو بگم خیال زنا و دخترا رو راحت بکنم که قیامت چه وضعی دارید. دل زهرا رو بسوزونه، بعدم قیامت خدا بی تفاوت بگذره. من میشم چین چیزی؟ زهرا اون مقداری که دلش باید بسوزه سوخته، تو چرا اضافه میکنی؟ رضا خان خودش رفت قم و ایشون و تو حرم حضرت معصومه کتک زد و لگد بارون کرد و انداختنش توی کامیون ارتشی و وردنش تهران، انداختنش زندان. و بعدم یک پاسبان بیدین لات چاقوکش عرق‌خور عوضی پست بدتر از حیوان رو مأمور اتاق او قرار داد که تا جایی که امکان داره زجر کشش بکنه. روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم.
ده روز نگذشت آجدانه نماز شب میخوند یواشکی تو کریدور، حال داشت. به رضاخان خبر دادن به دستور شما این آجدانی که گذاشتیم اصلا داره مثل خود اون شیخ میشه. گفتش که پست آجدان رو عوض بکنی و یه پاسبان یهودی براش بذاره و یهودیان هم شستشوی مغزی بدیم پرش بکنیم. بعد دو هفته گزارش دادن به رضاخان یهودی مسلمون شده و اهل وضو و نماز و گفتش که خب یه پاسبان مسیحی بذاریم. بعد یه ماه گزارش دادن این پاسبان مسیحی شیعه شده، اهل حال شده. گفت پس این شیخو بیرون کنین، بمونه میترسم اصلا همه شهربانی رو به نماز شب بکشه. بیرونش کردن. اومد حضرت عبدالعظیم یه خونه گرفت که همونجا هم از دنیا رفت. حضرت امام میفرمودن به تهران رفتن به هدف زیارت عبدالعظیم حسنی و آشممتقی بافقی عبادت رو کامل میکن. یه همچین انسان ارادت داشت به یه کسی که من در 15 بار فکر کنم خدمت اون مرد الهی رسیدم. اون چه هم از آشممتقی دارم از زبان او دارم، چون شب و روز با آشممتقی بود. ایشون به من فرمودن تهران جزء شهرهای مسون عالم از عذابهای سخت خداست. گفتم برای چی؟ گفت با این مردم سایه ابی عبدالله به سر این شهره. با این مردم اگه اینجوری بمونیم، با این مردم گم محال بلای عظیم به اهل این شهر نازل بشه. محاله. به عمر صد گفتن به قیمت استانداری ری برو امام حسینو بکش. رفت کشت. ری همین جایی که الان نشستیم گیرش نیومد. خداوند هم بیشترین گریه بر ابی عبدالله رو تو کره زمین به مردم اینجا داد. نیست شما کربلان بری روز تاس و عاشورای حرفا نیست. من قبل از انقلاب که منبر می رفتم دهه عاشورا تو همین بازار یکی از جلسات بسیار باحال 200 ساله بازار، والله قسم کسانی که مقیم کربلا بودن اون در روزه می اومدن اون مجلس، که من به یکیشون گفتم شما چرا کربلا رو رها میکنین در عاشورا میان اینجا؟ میگفتن گریه بر ابی عبدالله تهران، کربلا خبری نیست، حسین عاشورا تهران. ما اینجا میایم دنبال ابی عبدالله. اینجوره. الا لله فی الارض اوانی الا وهی القلوب. دل دل تا بی خبری ز ترانه دل، هرگز نرسی به نشانه دل. تا چهره نگردد سرخ از خون، کی سبز دمد ز دانه دل. از موج بلا ایمن گردی آنگه که رسی به کرانه دل. روزانه نیک نمی بینی بی ناله و آه شبانه دل.
از خانه کعبه چه می طلبی؟ ای از تو خرابی خانه دل، اندر صدف دو جهان نبود چون گوهر قدس یگانه دل. در مملکت سلطان وجود گنجی نبود چو خزانه دل. به خدا دلاتونو درارن تو کپه ترازو بذارن، به خاطر اون چه الان در دل دارید. به خدا قسم من با دلیل و حکمت حرف میزنم. روایاتش در کتاب توحید صدوق علل و شرایع و کتاب با عظمت معانی الاخبارشون هست. به خدا قسم این دلهای شما رو با محتویاتش، اونی که الان داره درارن توی کپه ترازو بذارن، هفت آسمان و زمینم توی کپه دیگه مال شما سنگینی میکنه. وزن ابی عبدالله خیلیه، شما قدر این دلتونو بدونی، خیلیه این وزن. پیغمبر الان اگر بود به شکلی مناسب وضع امام این کارو میکرد، تو کوچه داشت میرفت، بچه ها حدود 6-7 ساله داشتن بازی میکردن، امام حسین هم تو بچه ها بود، پیغمبر دوید دنبال یه بچه، بچه هی رفت، پیغمبرم رفت، بچه هی می دوید و می خندید، پیغمبر می گفت عزیز دلم وایسا کارت دارم، هی می پرید بالا می پرید پایین تا پیغمبر گرفتش. اومد پیغمبر با ادب روی خاک کوچه نشست، بچه رو گذاشت تو دامنش، نوازشش کرد، بوسیدش، بعدم بهش گفت میخوای بری بازی؟ گفت آره. فرمود برو. را افتادن گفتن آه کی بودین، خیلی بهش محبت کردین. فرمود از دور بازی رو که دیدم، دیدم دنبال حسینم میره، خاک کف پاشو ور میداره، این میرزه رو خودش. دل این حسینیه، این دل دلا حسین جا. خیلی امسال برام عجیبه، تاسوعا به شب جمعه خورده، عاشورا به روز جمعه، عاشورای اصلی سال 61 روز جمعه بوده، یعنی روز جمعه که همه آزادن اون روز حسینو سر بریدن، روز جمعه که روز تعطیلی همه است اون روز اومدن بچه 6 ماه رو تیر زدن. خیلی عجیبه حسین جا. Thank you.
حسین جان علا وحی القلوب دل خیلی مواظب دلتون باشه، خطر در برابر دلهاتون خیلی شدیده. هیچ روزگاری تاریخ بشر با این همه خطر مواجه نبوده، هیچ روزگار. بخونید روزگاران گذشته رو، اینجور این همه جاذبه شیطانی برای ربودن دلها نبوده که الان آمد. البته ما از دلمون ترسی نداریم، دل ما سر به آستانی گذاشته که این سر رو از اون آستان بر نمی‌داره. مهر تو را به عالم امکان نمی‌دارم. این گنج فرمه هاست، من ارزان نمیدونم. این گنج فرمه هاست، من ارزان نمیدونم. همین مقدار روایت کافیه دانستیم که تنها چیزی که در این عالم در زمین ظرف خداست دله. همین بستمون باشه که مواظب این ظرف باشیم، کنار این ظرف باشیم، بیدار این ظرف باشیم. تو خونه ها ظرف دل بچه ها رو ببینید از چی پر میکنیم یا از چی پر میکنن، اینا رو دقت بکنیم. به خواست خدا طولانی هم نمیشه زحمت ما، 50-60 سال در مقابل عمر کره زمین که در حدود 4,500,000,000 سال گذشته، 50-60 سال هیچی نیست. این دل رو مواظبت کنید که وقتی در قبرمونو بستن برگشتن، دو ملک از جانب خدا وارد بر ما شدن، یه نگاه به هم دیگه بکنن بگن این که بوی حسین رو میده، سوالی دیگه نداره ازش بکنیم. هر جا حسینه همه چی هست، همه چی هست، هر جا حسین جا. مسجد بود که از خانواده یه نفر اومد گفت آقا ام البنین پسر زاییده. تو روایت داره امیرالمؤمنین شتابانه و با دو به طرف خانه حرکت کرد، نفس نفس میزد از بس دویده بود، وارد اتاق شد، یه لبخندی به ام البنین زد، یعنی خوش به حالت با این پسر، عجب توفیقی خدا بهت داده، تو عجب مادری هست. به به نگفت قنداقشو به من بدین، خودش با وقار اومد کنار بستر ام البنین نشست، بچه رو گذاشت رو دامنش. بچه یه روزه رو گنداق میکنن،
بند گنداقش رو شل کرد، دو تا دستش رو از تو گنداق برد، پیراهن رو بلند کرد، صورتش رو خم کرد، لبها رو روی بازو گذاشت، مثل مادر بچه مرده زار زار گریه کرد. مادر طاقت نمیاره، علی جان حیف، دستش عیب داره، حیف. نه ام البنین، من جای دیگر رو دارم میبینم. ام البنین، یه روزی حسین من این دستا رو از رو خاک بلند میکنه، میبوسم. سالش بود، خیلی علی بهش عشق می‌ورزید. 10 سالش بود، صداش زد عباس جان بیا کنار من بشین، صورتشو بوسید، نوازشش کرد. امروز یه چیزی میخوام بهت بگم که تا آخر عمرت آویزه گوشت باشه. گو بگو بابا. فرمود میدونی منزلت منو نسبت به پیغمبر؟ گفت آره بابا. فرمود از امروز به بعد تو برای حسین من علی هستی برای پیغمبر. به به بهم تو علی عزیز. حسین جان، حسین جان گرفتی بابا؟ آره بابا، کاری ندارم با پشت، برو بابا. 2 روز از این حرف گذشته بود، ابی عبدالله دید هر جا نشسته عباس وای میشه.
وقت ابی عبدالله سوار میشه اون پیاده میشه، هر وقت ابی عبدالله یه چیزی میخواد مثل تیر شهاب میدوه میاره. صداش کرد عباس جان چی شده؟ گفت مولای من دو روز قبل بابام به من گفته تو نوکر حسین منی، من دیگه به تو برادر نمیگم سیدی. شب 21 ماه رمضان دقیقا قمر بنی هاشم 15 سالش بود یا 13 سالش بود، 13 سالش بود. نصف شب تمام بچه ها دور بستر علی هن، چشمشو باز کرد دونه دونه رو نگاه کرد، عباس کجاست؟ گفتم سرشو به دیوار گذاشته داره گریه میکنه. صدا زد زینبم عباس و دیو چه رابطه هایی؟ حسین جان زن و بچه‌مون فداد بشن. حسین جان زینب کبرا اومد دستشو گرفت، عباس جان بابا کارت داره، امیرالمومنین اشاره کرد را بدین بذارین بچه‌م بیاد. همین جوری که زار زار گریه میکنه کنار بستر بابا نشست، صدا زد حسین جان تو هم بیا بشین، عباس جان دست تو بده به دست من، حسین من تو هم دست تو بده به دست من، دست این دوتا برادر رو تو دست هم گذاشت. عباس حسین پسر فاطمه است، عباس عاشورا به آب میرسی آب نخور. آه